با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض درود و سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جایی هستین حالتون خوب باشه و اوقات خوب و خوشی رو سپری کرده باشین و ممنون و متشکرم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی میکنید. خب دوستان، روز جمعه یه خبر خوب براتون دارم، اونم از نوع فضای دورخیز جدی ایران برای دستیابی به مدارات بالاتر در فضا. سخنگوی سازمان فضایی ایران گفت وزارت دفاع با تولید انواع پرتابگرهای بومی مانند سیمرغ، زلجناه و تحقیقات گسترده نقشی برجسته در رسیدن به ارتفاعات بالاتر از 500 کیلومتر در فضا دارد. ما مصمم هستیم در آینده به مدارهای بالاتر از 500 کیلومتر دست یابیم. اما در حالی که ایران در حال دستیابی به مدارهای بالاتر هست، واشنگتن تایمز صبح امروز از آمریکا خبر میده که انگار قرار مدارهای بالاتر رو از دست بدن. به نقل از رسانه‌های آمریکایی، فرمانده نیروی فضایی ایالات متحده اعلام کرده که چین و روسیه در حال قرار دادن جنگ‌افزارهای خاص در فضا برای حمله به ماهواره‌های آمریکا هستند. مخصوصاً سامانه‌های پدافند هوایی روسیه در سرنگونی ماهواره‌ها در سطح بسیار پیشرفته‌ای در جهان قرار دارند و اغلب با سرنگونی ماهواره‌های قدیمی در حال تمرین هستند. به گفته این رسانه‌ها، چین هم توانایی مشابهی داره، البته نه در همون سطح بلکه در یک سطح پایین‌تر از روسیه. به جز جنگ‌افزارهای زمینی این دو کشور، اونا در حال سرمایه‌گذاری روی ماهواره‌های با سیستم‌های مختلف جنگ الکترونیک، تله و لیزرهای مخرب هستند و چین در این زمینه پیشتاز هست. البته آمریکا این قابلیت رو در رزمناوهای با موشک هدایت شونده برای هدف قرار دادن ماهواره‌های ارتفاع پایین داره، اما در حد روسیه و چین نیست. در یک جنگ مستقیم آمریکا نگرانه که بیشتر ماهواره‌هاش به سرعت توسط روسیه یا چین شناسایی شده و توسط این سیستم‌ها نابود شوند. همزمان با این گزارش، رسانه‌های آمریکایی گزارش میدن که مرکز تحقیقات کنگره آمریکا به شکست تمامی راهکارها مقابل ایران اعتراف سنگین داشته. مرکز تحقیقات کنگره آمریکا در جدیدترین گزارشش به شکست تمامی راهکارهای دولت‌های متعدد آمریکا، اهم از تحریم‌های جامع، اقدامات محدود نظامی و تعامل دیپلماتیک با ایران در مهار ایران اعتراف کرده. حالا تمام این موارد رو دوستان پس ذهنتون داشته باشین، میخوام یه جوک براتون بگم. اسم این جوک هم هست گندگویی به سبک آمریکایی. ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش، بعد از یه شات خیلی سنگین برگشته گفته که ایران میتونه ظرف چند ماه سلاح هسته‌ای تولید کنه. البته این تیکش جز جوک نیستا، عین حقیقته. ولی خب در مورد بازه زمانی یکم باید اصلاحش کنم، درستش همون کمتر از چند هفته است. در ادامه این ژنرال آمریکایی میگه که در این صورت ارتش آمریکا گزینه‌های متعددی رو در صورت تصمیم ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای آماده کرده. اولویت ما بازدارندگی ایران، مقابله با سازمان‌های افراطی و رقابت راهبردی با چین و روسیه هست. ایران در حال حاضر با هزاران موشک بالستیک داره بزرگترین زرادخانه موشکی در خاورمیانه است. ایران به غنی‌سازی اورانیوم در سطح بسیار بالاتر از آنچه برای استفاده غیر نظامی است ادامه می‌دهد. برخورداری تهران از سلاح هسته‌ای خاورمیانه را برای همیشه تغییر خواهد داد. اینو خیلی خوب گفتید، دقیقاً همینطوره. در نهایت هم مارک میلی با انبوهی از فشار میگه که ایران بزرگترین نیروی راهپیمایی را در منطقه دارد و متحدانش برای بی‌ثبات کردن تلاش میکنند. 5 محموله بزرگ سلاح ایرانی به مقصد حوثی‌ها در یمن رو در مدت 3 ماه متوقف کردیم. مطمئنم که شما این کارو کردین و اصلا هم رسانه‌ایش نکردین. اما حالا در ادامه این بحثمون یه نگاهی هم به این عکس بندازین دوستان. طرح جدید مجله اکونومیست: منطقه و جهان در انتظار یه جرقه برای جنگی بزرگ. کشورهایی که در این مجله بهشون اشاره شده، در رأس بودن چین و احاطه اون به جریانات کشورهای دیگه علامت بمب اتم که از کلیت این شکل به وجود اومده و بسیاری نکات دیگه جالب توجه است. خب همطور که میبینین، این طرح به تشکیل بلوک جدید قدرت در جهان به رهبری چین اشاره داره و جالبه که در اون اهمیت ایران واسه چین از سازمان ملل متحد هم بیشتر نمایش داده شده. خب یکی از دلایل این اهمیت میتونه بازار نفت باشه دوستان. تأکید میکنم که یکی از این دلایل. در همین راستا وزیر اقتصاد آقای خاندوزی در گفتگو با فاینانشال تایمز گفته که صادرات غیر نفتی 53 میلیارد دلاری در 11 ماه امسال 12% نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته. علارغم تحریم‌های آمریکا، ایران به بالاترین سطح صادرات نفت خود در حداقل 2 سال گذشته دست یافته و از رکورد قبلی پیشی گرفته. چین و روسیه دو شریک اصلی اقتصادی ما هستند و ایران با اجرای توافقات راهبردی روابط خود را با آنها گسترش خواهد داد.
آقای خاندوزی در ادامه میگه که همچنین توانستیم نرخ رشد عرضه پول را که در سال گذشته 39% بود کاهش دهیم. قرار است تا پایان سال مالی امسال این عدد به 30% برسد. اما در بحبوحه این تنش‌ها و کشمکش‌ها خبر میرسه که واشنگتن هواپیماهایی رو از خاورمیانه به آسیا و اروپا منتقل می‌کنه. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، واشنگتن هواپیماهای تهاجمی A-10 رو به خاورمیانه می‌فرسته. همچنان ایالات متحده نیروها و هواپیماهای محدود خود را در خاورمیانه حفظ خواهد کرد. به گفته این نشریه، طرح واشنگتن برای انتقال هواپیماهای تهاجمی با هدف مقابله با نفوذ چین و روسیه انجام می‌شود. به هر حال الان دیگه دیر شده، از ما گفتن بود. این در حالیه که پوتین این بار یه تهدید خطرناکتر از بمب هسته‌ای رو کرده و اروپا رو بدجوری ترسونده. پوتین اعلام کرده که اگه تصمیم بگیریم قرارداد غلات رو تمدید نکنیم، این غله به صورت رایگان به آفریقا عرضه خواهد شد. خب خودتون بهتر از من در جریان غرب نایس هستین دوستان. همین الانش هم به خاطر جنگ وضعیت اروپا و آمریکا بدجوری خرابه. ولی کاش روسیه مزه گرسنگی دادن با تحریم رو به این غربیا بفهمونه. اینا همونایی هستن که بعد از قتل عام 500,000 کودک عراقی با تحریم غذا و دارو با خونسردی تمام گفتن که تصمیم درستی گرفتیم. بله دوستان، اینم از اوضاع کشمکش‌های جدی این روزها در دنیا. اما حالا و در ادامه اجازه بدین یه سری بزنیم به لاتوازیای علیوف که انگار واسه خودش یار هم پیدا کرده. باید عرض کنم که آمریکا در مقابل ارمنستان و ایران پشت آذربایجان در اومده. آنتونی بلینکن خواستار ارائه تسلیحات سنگین از طرف آمریکا و ناتو به باکو شد. military assistance and particularly to the infamous section 901 waiver that we engage in. Look, there's some very practical reasons for that. One is to actually strengthen, as you know, the interoperability between their forces, ours, NATO's. They engage in peacekeeping. They have a long border with Iran that needs defending. خب همونطور که مشاهده کردین، بلینکن میگه که آذربایجان چون مرز طولانی با ایران داره باید ازش محافظت بشه. بنابراین وزیر امور خارجه آمریکا در کمیته روابط خارجی سنا تعلیق اصلاحیه 907 که قبل از جنگ دوم قره‌باغ هر گونه ارسال سلاح از ناتو و هم پیمانان آمریکا را ممنوع میکرد، خواستار لغو این بند شده و استارت ارائه کمک‌های نظامی آمریکا به آذربایجان رو مطرح کرده. بلینکن در پاسخ به سوال منندس، سناتور دموکرات طرفدار ارمنستان، میگه که تقویت قابلیت همکاری بین نیروهای مسلح آذربایجان و ناتو در چارچوب مشارکت در مأموریت‌های حفظ صلح و دورنگه داشتن ایران از مرزهای آذربایجان یکی دیگه از دلایل تعلیق ماده 907. بله دوستان، به بهانه حفظ صلح میخوان جنگ را بندازن. نقشه همیشگی. خب در همین راستا آقای علی نیکزاد نایب رئیس مجلس در توییتر نوشته که ایران نسبت به تحولات در مرزها و همسایگانش حساس است و به بلند پروازی ها پاسخ محکم میدهد. امیدوارم همسایگان ما حسن همجواری با نیاکان خود را فدای وسوسه صهیونیست ها نکنند. خیلی ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه دوستان عزیز و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.